اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به آوار جنگ و مرگ بر شانه های خاور می ریزد وانسو آن روز پیر صف در صفند بندگیانش اما حتی از خواب هم می ترسد. این سو مردی که از دکانش تا کاخ جادویی پل زده است شمشیر می کشد و روزخان پیر از ترس مرگ در لابلای وحشت گم می شود علیرضا نوریزاده پنج شنبه 16 می ماه 26 اردیبهشت ماه به شما سلام می کنم اوضاع خطرناکی است اوضاع تلخی است براتون گفتم که وقتی آدم توی که دنیا باشه بیشتر حس میکنه که چه اتفاقی داره میفته سید علی آقا عین خیالش نیست سید آقا البته نگران خودش آقا مشتبا میسم آقا مصطفی نوادگان عروس و همسر و غیره هست لابد دلش برای آقای خوجستم میلرزه نگرانه که این همه زحمت تو شرکت نف کشید و انباشت و انباشت و رو هم گذاشت به کجا خواهد اما در نهایت چون مهر به وطن وجود نداره چون عشق به ایران در دل ایشون جای نداره و در دل بقیه من تبع در نتیجه کشور رو داره درست میبره به لبه پرتگاهی که متاسفانه سقوط از اون باعث زخم خوردن زانو نمیشه باعث قطع پا میشه باعث درهم شکستن همه وجود میشه بگذارید چند تا نکته رو براتون بگم شاید نشنیده باشید جمهوری ولایت فقی با هواپیماهای بی سرنشین فجر پنج دورناهایی که درست کرده البته از سرزمینی که حوسی ها در اون مستقر بودن دو خط لوله سعودی رو مورد حمله قرار ده. سعودی ها رو درواسی هم نکردن خیلی سریع از لحظه اول گفتن این جمهوری ولایت فقیه بود چهار کشتی از جمله دو نفکش که در فوجیره بزرگترین مرکز بارگیری نفتی در اونجا بودن آتش سوزی و انفجار درش رخ داد براتون گفتم جمهوری ولایت فقیه غیر از میجیتای قدیر زیردریای قدیر و اون زیردریایی های ستا بزرگی که کیلو کلاسی که از روسیه خرید و اصلا به درد میخور 700 میلیون دلار رو ریختن دور زیردریایی جنگ جهانی دوم این میجیت های قدیر رو از روی مدل کرهیا درست کردن غیر از اون یه نوع دیگه درست کردن که مثل قایق وزیر آب میره دو تا سرنشین توش جا میگیره با امکاناتی که رژیم در سلطان نشین اومان داره سلطان قابوسی که پادشاه ایران بر تخت نگهش داشت و هنوز خود و مدیون ایران میدونه عاقلانه هم عمل کرده تا الان رو وارد درگیری نکرد ولی امکاناتی اونجا داد ناف ایران رفتن اونجا منف دادن بودن به هر حال بقدار زیادی از سلاح هایی که برای حوسی ها رفت از اون طریق رفت جابجایی کشتی ها و به هر حال این میجیت های کوچک با دو سرنشین میره به طرف ساحل یکیشون که مرد قورباغه است بیرون میاد و مینهای چسبنده رو به زیر کشتی ها میچسبونه مگنتیک میچسبونه اون زیر خب این بازی کشف شد این بازی آشکار شد در این حال هشتاد تا از افراد قاسم سلیمانی رفتن به توس خورماتو در عراق و در اونجا اصائب اهل حق و نجبا حرکت نجبا و همینطور بخشی بخش کوچکی از فیلق بدر یا سپاه بدر اینا آموزش قبلا تو ایران دیده بودن همین هشت شبی که به ایران اومدن بخششون اومدن آزمایش های خاص موشکی بگیرن برنامه که برای ناگذاشتن گذاشتن انتقال تعدادی از موشکای زمین به زمین جمهوری ولایت فقیه به عراق بود بخشم البته در پادگان امام علی در خورم آباد مستقره که نزدیکترین فاصله رو تا اسرائیل داره و در این حال با بغدادم در تیر رسش است. تری که اینا داشتن این بود که اسائب موشکی شلیک کنن به کامپاند یا مقر سفارت آمریکا در عراق و همینطور در دو تا پایگاه آمریکا یکی در کردستان عراق و یکی در اطراف موسل که آمریکایی‌ها از اونجا موفق شدن داعش رو زیر و روش کنن آمریکایی ها اینا رو همه رو ردیابی کرد تمام برنامه دیده شد منتها به نظر من آقای جان بولتون آقای پومپیو و کسان دیگری هم هستن بر این باورن که صد در صد باید پوزه رژیم رو به زمین مالید اصلا تردید در این نکنید بر این باورن که رژیم جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار داره که با یک حمله به پایگاهاش و جاهایی که حساسیت نظامی داره مردم بلند خواهند شد یه تفسیر دیگم هست تفسیر امثال آقای جانگری اینا برای این باورن که اگر ایران مورد حمله قرار بگیره ملت در پشت حکومت میسته اما آیا این ملت ملت چل سال پیشه و آیا ایالات متحده رژیم صدام حسینه آیا ای یک عنصر نژادی این وسط باعث جنگ یا عنصر مذهبی یا اینکه کارهای عملکرد جمهوری اسلامی عامل جنگ است زمانی که آقای پومپیو اون دوازده شرط رو مطرح کرد مذاکراتی بین جمهوری ولایت و ایالات متحده صورت گرفت بخشی از این مذاکرات در عمان بود در سلطانشین عمان بخشی در عراق بود و بخشی در اروپا تمام محور صحبت ها بر این بود که جمهوری اسلامی برای اینکه حالت التهابی که در منطقه هست فروکش بکنه و در این حال خطرات هر نوع جنگ رو دور بکنن و زمینه فراهم کنن که ایالات متحده بار دیگر به برجام احترام بگذاره سه شرط از اون دوازه شرطی که عنوان شد بود سه تاش تحقق پیدا کنید در عرض دو ماه چه بود اینا؟ یک جمهوری اسلامی در یمن مأموریت لمانده سازمان ملل رو مورد حمایت قرار بده و حوسی ها رو بر سر میز مذاکرات بینشونه که سوئد یادتونه یه مذاکراتی داشتن ولی عملا زیرش زدن این یکی در مورد یمن نکته دوم آمریکا زیاد نگران سوریه نیست برای که اونجا به هر حال ترکا هستند و ترکا عضو ناتو هن رابطه دیرینه با امریکا داره هر آقای رجب طیب اردوگان لگت بزن و گام به پراکنه در تای قضیه نوکر خودشونه به هر حال آنچه برای آمریکا اهمیتی بیشتری داشت مسئله فلسطین اسرائیلی ها من خیلی جالب بود برام نگاه کردم سفیر آمریکا در اسرائیل در یه سخنانی که به مناسبت سال روز اقدام ناسواب و نادرست رئیس جمهور آمریکا در انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و به رسمیت شناختن بخش غربی بیت المقدس یعنی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل به عنوان سال روزش این آقا داشت سخنرانی میکرد مثل ظاهرا ایشون هم از اونجلیستاست برگشته گفته مردم اسرائیل رابطه ویژه با خدا دارن آدم کلش سوت میکشه یعنی یعنی چی رابطه ویژه با خدا دارن و هر کی میتونه ادعا کنه فلسطینی میگن ما رابطه ویژه تری داریم مسجد در داریم ما رابطه خیلی ویژه داریم با خدا کعبه رو داریم شما چی دارید از گذشتتون که رابطه با خدا یعنی چی رابطه با خدا خرافات آدم وارد پالیتیکس بکنه راجع سیاست اونم به این شکل مردم اسرائیل رابطه خاصی با خدا دارن یعنی چی من شاخ در بودم به هر حال آمریکایی یا بر این باور بودن که جمهوری ولایت فقیه که این درسته با پول دادن به حماس و جهاد اسلامی اینا رو تحریک میکنه که عملیات نظامی انجام بدن همین اخیرا 25 میلیون دلار داده بودن برای اینکه چند تا موشک پراکنی بشه چرا که هیچ راهی برای تله صلح نباشه و در این حال کمر ابو مازن رو بشکنه رئیس جمهوری قانونی فلسطین رو بی اعتبارش کنه ابو مازن با حماس صحبت کرد نخست وزیر فلسطین سفر کرد به غزه رفت باشون گفته بود کرد مصری خیلی تلاش کردند ولی این جمهوری جهل و جور و فساد بود که با توتعش با پول دادن اجازه نداد حماس و فتح به تفاهم برسند یک دولت آشتی ملی سرکار بیاد یک انتخابات آزاد در فلسطین برقرار بشه اینو بهتون بگم جمهوری اسلامی از هرچی انتخابات آزاد و دموکراسی بیزاره چرا برای عراق قد کردند؟ کردن چون کم کم متوجه شدن ای داد فردا تو عراق دموکراسی بود برهم ساله اومد شو رئیس جمهور اجازه ندادن نوکر ما نوری المالکی دوباره بیاد عادل عبدالمهدی اومد که نظر عنایتش بیشتر طرف واشنگتن ایداد بیداد اینا از دموکراسی وحشت دارن میترسن دشمن دموکراسیان، حکومت ایدئولوژیک مذهبی اصولا با دموکراسی چه کار با دموکراسی چه حرفی داره به روی جمهوری اسلامی قول داد که از صلح در یمن حمایت کنه قول داد آتش افروزی در فلسطین نکنه ولی همون زمان آمریکا یا پیدا کردن که بخشی از این هشت و شبیه که به ایران اومده داره آموزش های سنگین موشکی میبینه دارن با موشک نازعات نازعات سی سد و سی میلیمتر گلولشه. رأسشه یا سرشه بسیار مخرب نوع متحول یافته در واقع چیز هست اسکاد بی اسکواد سیه این در واقع با یه برد نزدیک میتونه برد کوتاه داره 800 کیلومتر میتونه باشه بیشتر 200 تا 2000 کیلومتر هم بردش میره موشکای های دیگه هم از این بابت هست قیام هست و همینطور انواع اقسام موشکای های میان برد و برد بالایی که جمهوری ولدفقی درست کرد همین مرکز یکی دو مرکز مهم دارن یکی هوافضای سپاه که بخشیش تمرکز روی موشکسازی داره و یکی دیگه هم صنایع دفاع ماست که از قدیم بوده و و در مجتمع اسلحه سازی شهید باکری و شهید باقری در اونجا و همینطور پارچین انواع اقسام موشک رو تولید میشه اسرائیلیا چند سال قبل در یک عملیات بسیار محرمانه و ویژه رفتن به پادگان امام علی در خرم دویست و چهل کلاهک موشک دوربرد رژیم رو که متوجه اسرائیل بود نابود کردند. صد نفر کشته شدند از افسران و نظامیان سپاه پاسداران و پادگان امام علی هم جزء تارگت های اولیه آمریکا و اسرائیل و بقیه است جایی که به هر حال انبار موشک حالا آمریکایی‌ها اول اعلام کردند که شهروندان آمریکایی که وجودشون در عراق ضرورت خاصی نداره عراق رو ترک کنه به این چند تا نکته توجه کنه ناو هواپیما برای لینکلن در دهانه خلیج فارس ایستاد وارد خلیج فارس نشد این نشانه جنگه بسیار نشانه خطرناکی است اگر قصد داشتن که فقط بترسونن میرفت داخل خلیج فارس میشود ولی اینکه در دهانه خلیج فارس ایستاده این بسیار نشانه خطرناکی است در قدم بعدی آمریکایی‌ها اکثریت کارکنان سفارتشونو بخشی به کردستان عراق بخشی به ترکیه بخشی عمده به کووید یه دم برگشتن به آمریکا سفارت آلمان هم پیروی کرد فرانسه و انگلستان هم در فهرست هستن. عربستان سعودی امارات همینطور بنابراین پیش بینی میکنن که جمهوری ولایت فقیه بعد از این بازیش با کشتی ها و خط لوله حالا متوجه سفارت خونه ها بشه کی بود کی بود من نبودم حرکت نجبا بود حرکت و الحق بود ابو مهدی المهندس بود حادی العامری بود به ما چه ربطی داره اون که اینا نوکره هاج قاسمن ولی به هر حال من نبودم دستم بود تقصیر آقای هادی العامری بود نه تقصیر حاج قاسم به همین سادگی ولی فقیه هدایت قافله ای رو بر عهده گرفته که به غار چاه سقوط خواهد کرد اگر در اون سرزمین کسی هست که یک ذره دلش برای ایلان خانوم میتپه یک ذره ناراحته نگرانه گمان میکنه ممکن اتفاق بدی برای ایران بیفته باید جلوی آقا رو بگیریم آی حاج قاسم سلیمانی حسین سلامی رو که مثلا حرف باش نمیزنم کاری ندادم. چون آدم که شعور نداره لازم به گفتگو نیست ولی علی آقا شما آقای شمخانی آقای غالی باف که میگفتی من رضاخان اسلامی ام باید بشینه دست رو دست بذاری مملکت نابود بشه یه سید روزخان که در روزگار روزخانی آدم محترمی بود هادی خورسندی عزیزم تو این یاد که می نویسه به سبک علم که طرف گفتگوی آقای خامنه آقای وحید حقانیانه که علمش هست خیلی جالب اونجا اشاره کرده بود به همین موضوع نوشته بود آقای حاج قاسم سلیمانی یه لحظه فکر کن ببین تاریخ راجب چه خواهد گفت ببین عراق چه شد لیبی چه شد سوریه چه شد همه به خاطر چی بود به خاطر رژیم های دیکتاتوری ضد مردمی بود که درک نداشتن چه اتفاقی داره در سرزمینشون میفته براتون یه بار گفتم تارق عزیز روبرو وزیر خارجه آمریکا نشسته بود توی ژنو با هم گفتگو میکرد وزیر خارجه آمریکا بهش گفت شما حرفتون رو در کووید زدید الان موقع بیرون اومدنه تارق عزیز اومد به صدام هم توصیه کرد صدام قبول نکرد استان هجدهم شد کووید چه بلایی سرش آوردن که اگر مداخله سپاه و اون انتفاضه جنوب و غیره نبود همون موقع صدام رفته بود انتفاضه جنوب و مداخله سپاه باعث شد صدام ده سال دیگه ام بکنه خیلی عجیبه برای من بعضی اومدم گفتن آقا برخلاف آقای خمینی آقای خامنه ای نگاه استراتژیک داره دید عمیق داره دیده عمیق اینه؟ دید عمیق اینه که دلار برسه به 15 16 هزار تومان کشور در آستانه یک رویارویی سهمگین نظامی باشه و آقا بشین دیروز میدم حرفاش برای ماش داشت صحبت میکرد بله آمریکا قدرت رویارویی با ما رو نداره چرا نداره شما چی دارید که آمریکا وحشت داره با شما درگیر بشه شمایی که کل نظامتون به پنج تا موشک بنده چه چیز داره شما به ترسن. حالا بعضی هم که بگن آقا نه تو رژه ندید اینا چه موشک های نشون میدادن تو جنگ آزادی کویت تاماهوکای آمریکا میمد سر چار را که میرسید میپیچید دست چپ بعد دست راست بعد در یه پنجره میرفت تو حکایت غیر از اینه سپاه البته اینم هم در نظر بگیم بعضی ها که تصور میکنن سپاه یه دونه از این ما باش آدم بی سواد نه تو سپاه هم آدم های تحصیل کرده است آدم های متخصص است دانشگاه امام حسین دانشکده های متعددی داره در زمینه های علمی کار میکنن بخش جنگ چیزشون به اصطلاح سایبریشون ارتش سایبریشون بسیار قدرتمنده بسیار قوی پیشرفته است همه اینا خوبه اگه مثلا طرف حمله ایران یه کشور همسایه بود نه ایالات متحده نه ناوه لینکلن با 134 تا هواپیما و هلیکوپتر با 4000 خدمه چی کار میخواد بکنه واقعا در برابر این شهر متحرک علی آقا میخواد با میجیتاش با القدیر بزنه اینا رو و حکایت خیلی تلخ و خطرناکه کافیست یکی از خونپارهای سپاه بره بخوره به یکی از این نافخا به یکی از کشتی های جنگی آمریکایی یا حتی یه قایق رزمی آمریکایی بره بخوره به ساحل امارات وقت واکنش ببینید چه خواهد بود بسیار واکنش خطرناک خواهد بود امیدوارم من تمام این توضیحات دادم با این امید که اونجا گوش شنوایی باشه انسانهایی فکر کنن این خلیج همیشه فارس ما نمیخوایم دریای خون بشه ما نمیخوایم ساحلمون نابود بشه نمیخوایم تمام این تاسیساتی که از مشروط تالا جون کردن یه ملت درست کردن از بین بره جاده هامون اتوبان هامون پل هامون کارخونه هامون پالشگاه هامون همه دود بشه به قول مشقاسیم و بره هوا نه هرگز من رو نمیخوام و هرگز آرزو نمی کنم چنین حادثه ای برامون اتفاق بیفته اوزا خطرناکه صبح میخودم یه مقاله باز امروز خیلی ترسیدم ترسیدم واقعا اشاراتی که شده بود به نیروهایی که حالا تازه در راهه در راه تازه از دیگو گارسیا به خلیج همیشه فارس راه زیادی نیست از پایگاه هوایی آمریکا در قطر تا ایران پنج دقیقه راست ده دقیقه راست با سوپر جتایی که دارن و سید علی آقا میخواد آقا صحرای آشورا نیست هفتاد و دو تن هم وجود نداره به اشارتی همه تون دود میشین و میرید هوا رحمی به حال ملت کنیم درنگ کوتاهی میکنم و باز میگردیم و براتون یه سورپرایز دارم با درود دوباره خدمت همه شما عزیزانم گفتم سورپرایز دارم براتون چه سورپرایزی بهتر از عزیزم ناصر شاهینپر پر مردی که بسیار دوستش دارید روایت تاریخ او متفاوت از بقیه است بالاتر از همه بالاتر از نیم قرنه با هم دوستی سلام سلام عزیزم چطوره ممنونم ازت این فرصت که پیش میاد میام شهر فرشتگان حداقل به من این مجال رو میده که باید بشنم رو در روز صحبت کنم واقعا برنامه مردم دوست دارن دنبال میکنند و خدا رو شکر در تلویزیون ایران فردا شماری از همکاران من واقعا به کارشون به عنوان کلاس درس نگاه میکنه و خیلی با ارزش خیلی با ارزش یادتون باشه ناصر یک نویسنده بسیار برجسته رمان نویس خوب و در این حال یک مدیر عالی بود یک مدیر صنعتی مدیر خوب ولی بعد که به تاریخ پرداخت دوست داشت رفت پیگیری کرد و بعد اون زبان ویژه او در بازگویی تاریخ صحنه رو متفاوت کرد یادم از که وقت نمی یایت خانملک یزدی آه، یزدی آه. آره خانملک یزدی تاریخ بگفت تو کانال سه تلویزیون ثابت میتراداد چوپان شاهی <تصفيق> 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 ولی خب اینگه ناصر میگه خیلی راستی کی شروع کردی دنبال تاریخ هستن کی شد آه، والا من از خیلی جوانی به تاریخ علاقه بودم آره من علاقه دانش عمومی هم نسبت به تاریخ زیاد بود سال 1341 به نظرم آه. آقای موینیان یه دستوری بهش رسیده بود از مقامات بالاتر این که یه برنامه بگذارن سری در فرهنگ و تمدن ایران زمین آه. توی اداره رادیو گشتن یکی سری پیدا کنن شورای نویسندگان بود یا یه سری ها... تو رادیو بودی بله, بله. اون آدما بله. بودن دو هم نیر سینا و دکتر چیچی دکتر چیچی دکتر فلان حرفا بله. منم یه بچه ساله, دو ساله. دو بله. اه... یک نفر بهش گفتش که این کارش این پره موینان من خواست گفت میتونی این کارو بکنی گفتم بله گفت یه برنامه بنویس بیار تو شورای نویسندگان اگر همه گفتم خوبه میریم گفتم باش منم یه برنامه نشتم از آغاز تاریخ و آغاز تاریخ ایران آغاز تاریخ ایران گفت باید به صورت نمایش نامه باشه کار رو سخت کرد محتشم و روحانی بازیدنم. و اینا هم آوردم و ایران گفتم دو صدای نهله هست زبتم کردی زبتم کردم و نوا رو بردم شورای نویسندگان آقای بنیانی رو گذاشت و همه شنیدن و همه و دور تا دور گفتن آقا کجا معلوم که این حرفا درست باشه آقا جون سندت چیه مدرکت چیه موینیا تا تاثیر اینا قرار گرفت یه یادداشت نمیش برای رئیس اداره موزه ایران باستان خواه. یه آقای دکتری بود اه. که استاد دانشگاه بود تاریخدان بود اه. گفت شما این نوار رو برای بدیم این آقا اگر ایشون تایید کرد من دیگه به حرف آقایون کاری ندارم ما نیمیم رفتیم دادیم به اون آقای دکتر گفت شما فردا بیایید اینو از من بگیرید من روز بعد که رفتم تا در اتاقش رو باز کردم از پشت میزش بلند شد اومد وسط اتاق با من دست داد دستش رو زد به پشت من بچه 21 یک ساله ای بودم زد گفت باری باریکلا خیلی تو من خوشحال کردی خیلی خوب کاری کردی من نوشتم برای آقای مونیان توی این پاکت حاضره ببرش بده هر وقت مشکلی داشتی بیا پیش من عزیز. خیلی من تشکر کرد من اینو بردم دادم به شروع نویسندگان رو. تو راه هم فکر میگردم که ما رو رد کرده نخواست ایرونی وازی در آورده ولی اوردم و دادم و مونیان هم گفت بله آقا شروع کنید این برابار من حدود هفت دو سه تا برنامه اونجا نوشتم وقت چقدر بود مدت برنامه نیم ساعت, نیم ساعت. بود یا سه رو یادم نیست درست که همش به صورت نمایشنامه تماما نوبت و نمایشنامه باشه خیلی هم کار سختی بود این کار لچو میزد به اصل برنامه و این شورای نویسندگانم دست جمعی به خصوص اون خموزه گرفته بود اون خموش یادت پیرمرده که تاریخ میگفت با اینکه رفیق بابام بود میخواست ریشه منو بکنه ولی که رفتم تو کار اون دیگه اینا ها مبارزه میکردن ولی این رفت جلو این برنامه ما بود و رفت جلو و بعدها معلوم شد که بر این مقدماتی بوده برای جشنای 2500 ساله و این حرفا من نمیدونستم اون موقع دارم چی کار میکنم و از اون موقع من تو،, تو،, تو کار تاریخ من بودم ولی هر روز علاقم بیشتر و بیشتر شد هر روز بیشتر شد و مطالعه می کردم میدونی ناس جان یه تفاوتی که تاریخ گویی تو با دیگران داره اینه تو چون ادبیات میدونی رمان نویسی قصه نویسی در چه نگاه تو همیشه یه مقدار عمق قضیه رو بیشتر میشکافه و پس و پشت قضایی چون ما تاریخمون دیر سالی فقط بازگویم با فلان شاه بله. اومد زد کش رفت بله. تا جنگ کرد تو فلان که هیچ وقت نرفتیم ببینیم این مردم اون وقت چیکار میکردن زندگی ها چه جوری بود آدمای اون دوران کی بودن واقعا تو وقتی اومدی راجع به رجال قاجار صحبت کردی خب این جالب آدم بدونه کی بودن که همه خائن نبود همه بد نبود آدم هم توشون وجود داشته و این به نظر من یه نگاه تازه بود خیلی خوشحالم و این مجده رو بهتون میدم که وقتی این فصول پایان ب... گرفت ناصر جان بر تاریخ ایران از همون بدایت و ابتدا بازگویی میکنه درست بله بله دارد. حتی قبل از اومدن آریایی به ایران آه عجب آره قبایلی که در ایران زندگی ها زنگی زنگی و میاد. کیسی ها و آره تمام این قبایلی که در ایران زندگی میکردن ایرانیان اصلی اونان <تصفيق> <تصفيق> بله. <تصفيق> بله یه سوالی ازت دارم این برای من خیلی مهمه دوستی چند روز پیش برای من نوشته بود که آقای نوری چرا تو که میخوای واقعیت بگی چرا خطا میکنی چرا نمیدونم مقلطه میکنی و حرف ایشون این بود که من مثلا کوه سند و سبلان این چیزا رو واژگان ترکیشو رو به کار نبردم و مدعی هم که اینا فارسی بود اولا من دلم میخواد این رو بدونم در آذربایجان ما اکثریت مردم اینها ترک هستند یا ترک زبان این بسیار مهمه برای من و آیا این روایت درسته که این قزان و ترکان آسیای میانه بودند که اومدن اونجا و مستقر شدن این میخوام تو گه نگاه میکنید اینها از پنجا نفر پنجا هزار نفر از قبایل سلجوق نامه نوشتن به سلطان محمود غزنوی رئیسشون رئیس قبیلشون که ما اجازه میخواییم که بیایم در پرتو شاهنشاه شما اونجا زندگی کنیم ما مرتع نداریم ما گوسفند داریم و هم میخواییم که از نعمات شما استفاده به ما اجازه بدید ما بیایم رایت شما بشیم سلطان محمود اجازه داد اطرافیانش به خصوص وزیرش فرصت مختنمی رو چون دیکتاتور بود نمیشد باش حرف هرفصد میترسیدن ازش در یک فرصت محتنمی گفتش که بدکاری کردی اینها امنیت رو از مردم سلب میکنند و سلطانم پذیرفت این حرفو یه بریدی رو خوا... آه. به اینا گفتش که شما بیایید اینا آمده بودن در خراسان بودن گفت همه تون برید به اصفهان یه برید رم فرستاد برای حاکم اسفهان که به مجرد رسیدن همه اینا رو بکش این پستچیه که داشت میرفت طرف اصفهان اینا نیست دوست و راهزن بودند یارو رو لختش کردند پوستچی رو نامه رو دیدند. نامه رو اینها راهشون رو کچ کردند. از طریق همدان رفتن با, رفتن آذربایجان اولین گروه پنجاه هزار نفره ترک سلجوق رفتن به اونجا اما به تعداد اینها در طول یک صد سال اضافه شد و اینا به 600 ظاهرا هزار نفر رسیدند در حقیقت اینها اکثریت جمعیت رو پیدا کردند و آرام آرام روی زبان آذری تاثیر گذاشتند زبان آذری آرام آرام از بین رفت و این البته میدونید یه زبان زمانی از بین میره که زبان بعدی گسترده تر باشه قوی تر مس... باشه مسلط تر باشه چه کسی از زبان فارسی در طول هزار سال گذشته حمایت کرده بله. خود زبان بود خود زبان بودی که ایستاد اونجا سرده. اینطور شد زبان آذری رفت و زبان آذری نمونه هاش هست شما اگر شما یک شعر مثلا حمام تبریزی رو بخونید من و شمای فارس زبان بی درصدش رو میفهمیم یه ترک زبان هیچ چیشو نمیفهمه اما حالا خداییش نگاه کنیم به این بینیم چه زبونیه ها ها, ها هو هی 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 همش صداهای این شکلیه ضعیف بود زبان رفت و ترکی جانشین شد حالا اصلا نسب این آدم ها رو دی ای باید تعیین کنه بله من کاری به اونش ندارم ولی مخلوطی بودن از مات مردمی که در اونجا زندگی کرده بودند در طول قرون اثار و این گروه مهمانی که بهشون رسیدند حالا این زبان شده زبان ترکی که به غلط میگیم زبان آذری به غلط میگیم خب یه سوال دیگه هم ازت دارم باز همینجا خیلی مهمه این وجوه متعدد سلطان محمود غزنوی و غزنویان اصولا این واقعا برای ما مشخص نشده از یک سو سلطان محمودی داریم که میره هند و میگیره شبه جزیره کاتیاوه رو میگیره طلا میاره معابد قبل از نادر یه دور غارت میکنه هندو شاعر و نویسنده در دربارش بوده و پسرش مسعود کسی است که دبیرش به ای حقیه اینا درست ترک بودن ولی اینا عملا فارس زبان شدن در تمام حالا ممکنه تو خونشون ترکی حرف میزدن ولی در ترویج زبان فارسی خیلی کوشیدن اینا بله ببینید اولا و خود شخصیت محمود هم برای رادیو تلویزیون روزنامه این چیزا که نبود اتل. که شاعر مداح بود که دربار رو بزرگ بلد. میکرد در نتیجه اینا این شاعران تبلیغات دربار بودن درسته. شما از نگاه کنید به تمام این قزلی ها، این قصاید اینا همه مکه محمود از و تمام, تمام با پول به اینا میدادن فرابون قدرت نظامی که ایجاد کرده بود برای استواری خودش بود برای اینکه وصله لایتچسبکی بود به جامعه ایران ام. که کیاشم هم به خلیفه بود نه به مردم ایران و بعد اومده بود بر ضد سامانیان و بر ضد و آل اونا سابقش بودند او سامانیان اربابان سابقش بودن. سامانیان به پدر این به سبکتک تکی شغل دادن روسته. کار دادن بعد به خود این سپه سالاری دادن و حکومت دادند حکومت سامانیان به این اینا دست نشانده دردیوان. سامانیان بودن ماله. ولی در موقع که سامانیان متزلزل شدند سست شدند اینا از موقعیت استفاده کردن که محدوده خودشون رو گسترش روسته. بدن و دادند اومدن خراسان هم گرفتن تا اصفهانم هم رفتن خب حالا بیایم یه فرصت کوتاهی داریم برسیم به اوضاع احوال امروزمون تاریخ که ما ملاحظه میکنیم یه دوره حمله عرب ها به ایران هست حمله مغول ها رو داریم قزان و مغول ها ترک ها و حمله تیمور رو داریم پولاکو تیمور غیره آیا ما در هیچ برهی از تاریخمون توی شرایط مشابهی مثل امروز قرار گرفتیم که اگر این اتفاق نظامی رخ بده واقعا نابودی ما رو به همراه خواهد داشت نه کیان ایران رو. نه نداشت. نه این موقعیت موقعیت تازه است این موقعیت متناسب با شرایط جهان امروزه رنگ و لون جهان امروز رو داره و هیچ ارتباطی به حمله مغول و قوز و تیمور و اینا نداره اونجاها یا آدمی می آمده با 50000 هزار تا شست هزار تا سرباز و شمشیر زن می رفته دارو حکومه رو می گرفته اونجا وای می مالیاتش می گرفته مردم هم زندگیشون میکردند کردند حالا میدونم که مثلا در آغاز کار مغول کار بر مردم سخت شده بود ولی بعد یه مدتی بعد از یه مدتی اونها فهمیدن که برای ادامه می خود تخفیف بدند و اخ... اون یکی اون شارخ بله, بله. پسر بلا چیز بله. بله. ت... این یارو تیمور بود. بله تیمور بود خب این ادالت گستری کرد عابد و زاهد بله. شا... و مسلمان بود تشویق کرد هنرمندان کرد شاعران رو آورد نمیدونم چه مراعات کرد حال مردم رو حال مردم رو مراعات کرد یا شاه شجاع اینا که در شیراز بودن همه بله. بوده، همه بله. اینا نمونه هایی بوده ولی این خطرناکتره این از همه خط بگذارید راجع به این موضوع صحبت کنیم همین رو میگم میگم واقعا چه احساسی داری؟ ببینید خدا کنه جنگی نشه یک ما نمیدونیم جنگی خواهد شد یا نه برای اینکه ما پشت پرده سیاست نیستیم بی خودم نباید تفسیر سیاسی بکنیم اما ما ایرانی ها باید تکلیف خودمون رو در مقابل اگرها و اماهای آینده روشن کنیم من امروز در جامعه ایرانی کسانی ریبی میرم که منتظر هستند که آقای ترامپ حمله نظامی کنه به ایران داغون بکنه بس. داغون بکنه تمام زیر جامعه رو نابود بکنه که اینها به صورت کرزایی برن تو ایران یا به صورت چلپی برن تو ایران این نهایت خفت و بدبختی این نهایت خیانت به جان میهنه ما من قبل از این داشتم راجع به همین حرف اینها های پریشان حالی اینها دیگه حالا من نمیگم خائن برای اینکه نمیدونن یه دارن چیزی رو میگن ولی پریشان حالند اون رو بگذاریم کنار از در داخل هم خب یه پریشان حاله در داخل ما یه هیئت حاکمه داریم که هر یک از اجزای این هیئت حاکمه هر چی دلش بخواد میگه اه. کسی نیست کنترل کنه هیچ پالیسی وجود نداره پری روز یه ویدیویی دیدم توی همین یوتیوب یکی از سرداران سپاه فرمانده ها سپاه رو جمع کرده داره به اینا میگه که شما خواب راحت نخواهید داشت تا اینکه دنیا رو شیعه اسنا عشری بکنید ما نباید از پا بنشینیم تا همه مردم آمریکا شیعه اسنا عشری بشن اون موقع ما راحت شدیم خب یه همچون خل این اسکیزوفرنیه یا رجوع اسرائیل باید نابود بشه یا اسرائیل اینا دیوانن اینا خب حالا ما یه اتاکمه داریم که دیوانن اجزایش هم حرفای این چنینی میزنند و به خراف وصلا به خرافات آدم که آدمایی هستن که از 1400 سال پیش اومدن هیچ کاریش نمیشه کرد ما باید اینها رو براندازیم برای اینکه جلوی ویرانی وطن رو بگیریم برای اینکه جلوی ویرانی عقب ماندگی و فلاکت مملکت رو بگیریم ما باید اینها رو براندازیم اما نباید متوسل به نیروی خارجی باشیم این نیروی خارجی در لیبی چه کرد در عراق یا افغانستان چه کرد چه؟ در سوریه چه کرد چرا میخوایید این الگوها برای شما تکرار در حالی که ما قادریم این رو ما قادریم واقعا قادریم من خدا شاهده من کوچیکم که از بیام از ملت ایران دعوت کنم که کاری بکنن ولی آرزو میکنم ملت ایران در داخل ایران اینقدر دانش و فرهیختگی داشته باشن که بیان همون میتینگ های یک میلیونی رو که برای یک کار غلط انجام دادن دوباره انجام بدن و فقط بگن سول سول ما سول میخواییم بگذارند که کاری بکنند که جامعه بین المللی حساب ملت ایران را از این دولت فاسد جدا کنه وقتی هم بگه صلح رژیم هیچ غلطی واقعا نه تنها بکنه. رژیم هیچ غلطی نمیتونه بکنه جهان هم بر. افکار عمومی جهان هم متوجه میشه بر. برای اینکه اینها الان دنبال افکار عمومی میگردن اگر این تئوری رو تو میپذیری پس دقیقا باید بدونیم که برنامه ریزی شده برای نابودی ایران و اگر رژیم در این بازی دنبال این برنامه ریزی رو بگیره یعنی رژیم واقعا داره در اختیار اسرائیل و است داره برای اونا کار بود. دقیقا, دقیقا در اختیار اونا است داره برای اونا کار چرا؟ برای اینکه این کشور بخ... به مدد اجدادی این کشور پهناور رو بهم. نمیشه آکوپایت کرد دقیقا یه میلیون سرباز بعد ببره اونجا بهم. که بر... از طریق زمینی اینجا فقط بمباران میکنه و با ویران میکنه. فقط بمب نه پلی نه راهنی نه کارخانه ای نه, نه تاسیساتی برات میمونه در ناس جا همیشه میگم تمام تلاشی که پنج نسل از مشروطه به بد کردن به باد میره اما در مدت اما جمهوری اسلامی میمونه بله و قوی تر میمونه بله. و قوی تر میمونه و اون وقت با ضرب و شتم بیشتری با این مردم میخواد طرف بشه در حالی که میشه جمهوری اسلامی رو برانداخت بله. میشه با قدرت اراده مردم بله. بدون نیاز بله. به خارج هزار راه هست برای اینکه یک دولتی رو فلج کنن و وادار بله. کنن که این دولت راشو بکشه بره بله. این راه ها وجود داره از طریق اقدامات مدنی هیچ لزومی نداره که جنگ و ستیز بکنیم ما آخه بعضی اوناس میگن که بله اگر در سال 57 انقلاب پیروز شد برای اینکه شاه اراده کشتار نداشت ولی اینا دارن من همیشه اینو میگم میگم ببین روز 25 خرداد سال 88 سه میلیون آدم تو خیابون بود رژیم هیچ غلطی نتونست بکنه آه. یعنی نتونست یه باتون بزنه بین یه هفته بعد که مردم رفتن رژیم اومد و کشدارا رو کرد و بله. آدم زیر ماشین کشت یعنی حضور مردم حضور میلیونی مردم هم مانع کشدار قل و غمه بله. و هم ملت رو به پیروزی وقتی تو میگی شعار شعار صلح داری میدی ظاهر حکومت بذات حمایت هم بکنه دقیقا. اما اگر در این زمینه تو موفق بشی اون وقت تو یه ملتی شدی که یه کار مدنی کردی و درش پیروز شدی کارهای بعدی رو میتونی انجام بدی و توسعه بدی شعار نجنگ رو اگر مردم برد. سر بدن واقعا و میتونن برد. برد. این نسل جوون آدم میبینه باید اعتقاد باید. به نظر من این هوشیاری رو هموطنان من در داخل باید به خرج بدن و باید چنین کنن و بیان علیه جنگ تظاهر کنن چون نه اون سپاه پاسداران نه اون کمیته هیچ کدوم اینا به اینا چیزی نمیتونن بگن ما مادیم بگیم کسی به من حمله نکنه نکنه بر خیلی بله. بله. و خیلی جالب این اشاره که به بعضی از هموطنان در خارج کردی یه گروهشون از اونوری افتادن مثلا اینکه که سپاه جوده تروریست ها ناراحت میشن اعلامه میدن یه گروهشون هم از این ورکی افتادن و تشویق میکنن امریکا رو بره بزنه بکشه بل. نابود کنه بل. خیلی با اسم تاسفه یعنی این همین تو ایران هم هست تو ایران هم مردم به سوتو اومدن ناصر جان من با مردم حرف میزنم میدونم یه عده میگن خدا پدر ترامپ رو بیامرزه کی میاد ببین همون حالتی که مردم عراق هم پیدا کرده بود بله یه حالتی که آدم به یه دیواری میخوره که دیگه میگه بیشتر از این من تعمل ولی اگه کسی اشتباه کرد دلیل نداره من همون اشتباه رو بکنم نیروی ملت بالاترین نیروه فقط این نیرو تو وسط این مردم این ملت گم شده باید پیدا شده دقیق که دقیق کجاست چه که جوریه این اعتراضات سنفی که ما اینجا نشستیم خوشحالی میکنیم مور... یه عده حقوق نگرفتن اومدن بیرون فریاد میزنن حقوق ما رو بدید اینجا وسایل ارتباط جمعی میگن تا سه روز دیگه میفته مردم اومدن بیرون انقلاب نه این یه خواسته سنفی بله مثل با یه خواسته ملی بیا جلو اون وقت همه میان تقیفه. تقیفه. مال باختگان از اون ور که حقوقشون نگرفتن از اون ور ولی باید در یه چارچوب اهداف معین و مشخص در چارچوب افتادم احتاف... من, من الان میخواهد. فقط صلح میخوام فقط شو. من این بدبختی برای تا اینجا اومده بستم دیگه خیلی. من الان یه صلح میخوام دیگه بمب نمیخوام اندیشه بسیار درستی است به اعتقاد من تاریخدانمون نویسنده بزرگمون بیان کرد فقط صلح ما جنگ نمیخوایم یه وقت در انقلاب مشروطه که خودت دنبالش هستی که آقای شیخ فضل نوری باب کرده بودن که مشروطه نمیخواهیم, نمیخواهیم. پیرو و قرآنیم بله. الان هم واقعا مردم باید یک شعار ملی داشته باشن ما جنگ نمیخواهیم, نمیخواهیم. و این ما جنگ نمیخواهیم یک شعار ملی است بله. بنابراین در خدمت ناصر شاهین پر اینجا میگم چقدر خوش آهنگ خواهد بود ما در همین روزهایی که هممون ملتعب و نگرانیم که مبادا ایران خانم آسیب ببینه برشدن این شعار رو در همه سوی ایران بشنوید ما جنگ نمیخواهیم بگذارید هم دنیا بدونه هم رژیم جهل و جور و فساد که ملت ایران اگر بهش تجاوز بشه با تمام اقتدار میسته دفاع میکنه در جنگ ایران عراق دیدیم اگرچه آقای خمینی شش سال دومش رو تحمیل کرد ولی مردم ایستادن دفاع کردن عرب ایرانی زودتر از فارس, فلس رفت فلس ایرانی فلس. رفت دفاع کرد منظورم اینه که ما این این رو نشون دادیم در تو من اصلا علی بس شما بذارید کارنامه بدم از هفتاد و پنج شیش سال پیش به این طرف آمریکا در تمام جنگ هایی که کرده به پیروزی مطلق نرسیده درسته ویران کرده و اومده درسته. در کره در ویتنام شکست خورده من. در عراق این کارنامه رو گشت رو زمین در لیبی به معنی واقعی کلمه این آمریکاست که در لیبی شکست خورده فقط شاید بزن گفت تجربه جنگ جهانی دوم ژاپن و آلمانه که اونم به خاطر بودن نیروهای دیگه دا دا و در حال ممنون با ممنونم مطلبی دیگر است. باید, به فکر ایران بود ایران سر بلند. ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود ایرزان به اتفاق دوست و همکار عزیزم ناصر شاهین پر تا فردا همه شما را به پهودگار عاشق می سفر